سلام و درود بیکران بر شما دوستان گرامی. امیدواریم که سر حال و قبراه باشید و ما رو با درس جدیدی از مجموعه دروس مفید و کاربردی انگلیسی مثل آب خوردن همراهی کنید. در این کلیپ قصد داریم در مورد فعل گرفتن در انگلیسی صحبت کنیم. چون خیلی ها خواسته بودن از ما که در این مورد توضیحاتی ارائه بدیم، ما هم قبول امر کردیم و اینو در قالب یک درس طراحی کردیم که محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. قبلش به یه نکته فقط اشاره کنیم، اینکه کانال خودتون انگلیسی مثل آب خوردن رو سابسکرایب یا فالو کنید و به این طریق در جریان جدیدترین محتواهای آموزشی و کلیپ‌های ما قرار می‌گیرید و قطعاً مفید فایده خواهند بود. و با نوشتن مثال‌ها در قسمت کامنت، یعنی رونویسی اونها و روخوانی اونها با صدای رسا با تلفظ درست منطبق با ویدیو، حتماً پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. اوکی، میریم سراغ درس امروز با محوریت فعل گرفتن و انواع مختلف بیان و کاربرد اون. دقت داشته باشیم دوستان، در فارسی برای فعل گرفتن معانی مختلفی داریم و در انگلیسی هم همینطوره. از جمله مواردی که به اونها اشاره می‌کنیم و قطعاً بنابر معنیشون موارد کاربرد متفاوتی دارن. ما برای هر کدوم یکی دو مثال ذکر کردیم و خدمتتون ارائه میدیم. و البته تعریف یا دفینیشن فعل get رو در هر مورد هم آوردیم که بدونید دقیقاً به چی اشاره شده. اولین تعریفی که برای get آورده شده عبارت است از to receive به معنی دریافت کردن و این رایج ترین معنی get to receive. I got a book for my birthday. I got a book for my birthday. من برای تولدم یک کتاب دریافت کردم. دقت کنیم دوستان، got البته گذشته فعل get. I got a book for my birthday. I got a book for my birthday. They have got your letter. They have got your letter. اونها نامت رو دریافت کردند. They have got your letter. They have got your letter. He got now answer. He got now answer. جوابی دریافت نکرد. دقت کنیم دوستان، got البته گذشته فعل get. He got now answer. He got now answer. دومین تعریف get که ما در نظر گرفتیم عبارت است از to earn به معنی کسب کردن و به دست آوردن. to earn I get $7 an hour. I get $7 an hour. بدین منو که من ساعتی 7 دلار به دست میارم یا درآمد دارم. میشه تو این جمله earn رو جایگزین get کرد. البته واقعا خوش به حالشون که 7 دلار برای هر ساعت دریافت میکنن و این واقعا رقم قابل توجهیه.
I get $7 an hour. I get $7 an hour. He gets $300 a month. He gets $300 a month. او ماهی $300 به دست میاره یا عملاً درآمد داره. دوستان عزیز به فعل gets دقت کنید. علت این که اس گرفته چیه؟ باید این رو بدونیم و باید بسیار نکته سنج باشیم. زمان این جمله حال ساده است و ما واقفیم که هی به عنوان فاعل سوم شخص فعلش در این زمان اس یا ای اس میگیره و در اینجا معنیش هم مشخصه، جمله زمان حال ساده است. He gets $300 a month. He gets $300 a month. تعریف بعدی که برای get در نظر گرفته شده عبارت است از to bring or fetch. To bring or fetch به معنی آوردن یا به عبارتی رفتن و آوردن. To bring or fetch. To bring or fetch. Can you get that book for me? Can you get that book for me? میتونی اون کتاب رو برای من بیاری؟ Can you get that book for me? Can you get that book for me? Can you come and get me from the airport? Can you come and get me from the airport? میتونی بیای و منو از فرودگاه بیاری؟ یعنی همان معنی رفتن و آوردن. Can you come and get me from the airport? Can you come and get me from the airport? دفینیشن بعدی برای get دوستان to understand. To understand به معنای فهمیدن و درک کردن. To understand. To understand. Do you get the lesson? Do you get the lesson? به معنی این که آیا درس رو فهمیدی؟ Do you get the lesson? Do you get the lesson? I don't get it. I don't get it. اون رو درک نمی کنم یا اون رو نمی فهمم. I don't get it. I don't get it. دفینیشن بعدی دوستان برای get عبارت است از to be affected by or catch. To be affected by or catch به معنی تحت تأثیر قرار دادن و البته به معنی گرفتن مریضی و درد هم به کار برده میشه. To be affected by or catch. To be affected by or catch. He got
A cold last week. He got a cold last week. او هفته گذشته سرما خورد. He got a cold last week. He got a cold last week. Whenever I listen to loud music, I get a headache. Whenever I listen to loud music, I get a headache. وقتی موزیکی رو با صدای بلند میشنوم، سردرد میگیرم. Whenever I listen to loud music, I get a headache. Whenever I listen to loud music, I get a headache. I am getting a toothache. I am getting a toothache. دارم دندان درد میگیرم. I am getting a toothache. I am getting a toothache. تعریف بعدی دوستان برای get عبارت هست از to catch or take. To catch or take. گرفتن یه چیزی مثل بلیت. همچین چیزی هم براش get استفاده میشه. To catch or take. To catch or take. I got the 4:55 train to New York. I got the 4:55 train to New York. به این معنی که یه بلیت قطار 4:55 یعنی ساعت 4:55 دقیقه به نیویورک گرفتم. I got the 4:55 train to New York. I got the 4:55 train to New York. تعریف بعدی برای یه دوستان عبارت است از to communicate with. To communicate with به معنی ارتباط برقرار کردن. To communicate with. To communicate with. I got him by phone. I got him by phone. بدین معنی که با تلفن گرفتمش، یعنی بهش زنگ زدم. اینجا برقراری ارتباط حائز اهمیته. I got him by phone. I got him by phone. We can't get her by no means. We can't get her by no means. بدین معنی که به هیچ وجه نمیتونیم بگیریمش. یعنی راه ارتباطی باهاش وجود نداره. We can't get her by no means. We can't get her by no means. تعریف بعدی برای get to have a strong effect on. To have a strong effect on. تأثیر قوی بر چیزی داشتن. To have a strong effect on. To have a strong effect on. That film really got me.
That film really got me. اون فیلم حسابی منو تحت تاثیر قرار داد یا به عبارتی منو گرفت. That film really got me. That film really got me. Her eyes got him. Her eyes got him. چشماش اونو گرفت. یعنی حسابی تحت تاثیر چشماش قرار گرفت. Her eyes got him. Her eyes got him. تعریف بعدی عزیزان برای get عبارت است از to capture or seize. To capture or seize به معنی گرفتن، ثبت کردن و دستگیر کردن. To capture or seize. To capture or seize. The police got him at the station. The police got him at the station. پلیس او رو در ایستگاه گرفت. عملاً او رو دستگیر کرد. The police got him at the station. The police got him at the station. و اما آخرین تعریفی که برای get در نظر داریم عبارت است از to buy. To buy. خرید کردن، خریدن. To buy. To buy. I'll get you a drink. I will get you a drink. برات یه نوشیدنی میگیرم یا برات یه نوشیدنی میخرم. I'll get you a drink. I'll get you a drink. Please get me an ice cream. Please get me an ice cream. لطفاً واسم یه بستنی بگیر یا یه بستنی بخر. Please get me an ice cream. Please get me an ice cream. دوستان حالا میپرسیم ازتون got it؟ یعنی گرفتید؟ مطالب رو گرفتید؟ got it؟ انشاءالله که همینطوره و امیدواریم از مطالب این کلیپ آموزشی نهایت استفاده رو برده باشید. نوبت شماست اما دوستان، مثال ها رو تو قسمت کامنت بنویسید حتما، بعد با صدای بلند و رسا بخونید و ایرادات احتمالی تلفظتون رو با تطبیق و محتوای کلیپ رفع کنید. فعال و کوشا باشید تا توانمندیتون هرچی بیشتر و بیشتر بشه. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی میکنید. توصیه های ما رو فراموش نکنید و جدی بگیرید. حتما کانال خودتون رو دنبال کنید تا هرچه موفق‌تر عمل کنید. در پناه مهر یزدان پاک.